جام پورشه 911 کاررا رو داریم، RSR توربو 2 و سال 1974 و 6 سیلنده و ماکسیموم سرعتش 300 کیلومتر در ساعته که مسابقات لمانس 24 ساعت 1974 چمپیون و قهرمان شدیم مدل. اینجا هم میتونیم ولی میشه گفت خفن ترین بخششون چرخوی عقبش هستن که نمای جلو بگیرن، ببینین که چه فاصله اومده بیرون و خیلی خاصه حقیقتا این قسمت. سیستمای لوفتونگ و هواش هست اینجا، هم یه لوفتونگ یه ذره عجیب داره، سبکی من تا الان نهیده بودم و تو مسابقه ماشینه ریسینگ که جذابترین بخشش که دیگه سپویلراش هست که فوق‌العاده هست. میتونید از این نما هم ببینید یکی بایان میشه گفت که همه قسمت توربورش و سیستم اگزاستش، سیستم خونه کنندهش و سیستمش میکن خفنیم. اینجا 935 برای سال 1977 300 تا ماکسیموم سرعتش و فقط میتونیم با هم ببینیم و لذت ببریم چون که واقعا نمیشه. بعد یه نکته جالب بگم، این که روی رینگاشون این پنل‌های تهویه که میبینین، خب این ماشین ریسینگ که مثلا این برای مسابقات لمانس استفاده شده 24 ساعته، خب یه تمام زمان طولانیه توی مسابقه هستن و دیسکای ترمزشون خب حرارت خیلی زیادی رو تحمل میکنن دیگه. بعد اینا این حالت پره یا هوا رو میکشه داخل که باعث میشه هوای بیشتری به دیسک برخورد کنه، یه حالت کولینگ و خنک کننده داشته باشه که یکی از اولین مدلاییه که از این سب استفاده کردم. چون این نمای عقبش میتونیم با هم ببینیم، پورشه 936 اسپایدر 1977 6 سیلند 360 کیلومتر در ساعت سرعتشه. نمای عقب‌تر بگیرم، یه ذره تو ویدیو فکر نکنم معلوم باشه ولی علاوز طولی واقعا خیلی علاوه حجم و طولی واقعا چوب ماشینه. این سیستم تهویه، سیستم کولینگش بالا استفاده شده، قسمت راننده و قسمت پنل دکمه هاشون هیجان انگیزه. این ماشین رو نزدیک ببینی و اینم که ببینی واقعا تو اون سالها مثلا شاید 50 سال پیش ببین چه تکنولوژی رسیدن واقعا برای ساخت این. و این سبک ماشین های سافاری است که برای سال 1978 6 سیلند 230 کیلومتر در ساعت و اینا هم که همین مثل حالت مسابقات پاریس دکار و این سبکی استفاده میکنم. من یه ذره
نمونه عقب‌تر بگیرم براتون. چون یه سری جزئیات داره جالبه که تغییر کرده برای سبک مسابقات. گارد عقبش که از ضربه سیستم دودش و نه پورشه تو اکثر مسابقات تونسته قهرمان بشه. دلیلی که یه وقت بخش پورشه قدرتش هم توی بحث انجین و موتورش هست که واقعا خیلی رو این زمینه کار کرده و خیلی صاحب نامه. پورشه 962 لمانس برای سال 1994 365 کیلومتر سال. پورشه 911 GT1 سال 1998. نه کدومش یه تاریخچه داره کنم ساعت ها بشه در موردش صحبت کرد. پورشه 911 GT1 EVO 120 مکسیم سرعتش. خب اینجا هم سیر تکامل ماشین ریسینگ 911 GT که اونجا چندین مدلش هست، میتونیم با هم یه ریویو سریع داشته باشیم. این برای سال 2001 سیلنج 310 کیلومتر در ساعت سرعتشه و سی جزئیات سپویلر ها رینگش. مسایزه GT 3 R هیبرید با سال 2011 295 کیلومتر در ساعت سرعتش. و از کل مدلاش میتونیم اصالت پورس کاملا حفظ شده و جالبی که قسمت داخلش هست چراغاش از کربن استفاده شده. کربن خب متریال خب سبکیه، مقاومت بالایی داره و معمولا تو سیستم های هواپیما اول استفاده شد. تکنولوژیش که بعدا اومد تو صنعت خودرو. این نماش رو دقیق بانده بینیم GT 3 R این هم هیبرید این مدل. قسمتی که لاستیک های عقب اومده بیرون واقعا جذابه و برای من هم این سیستم های لوفتونگ هواش خیلی جالبه، ترکیب خیلی خاصی داره و دیفیوزر عقبش خیلی خاص. و اینجا
میشه 919 هیبرید سال 2015 330 تام ماکسیمم سرعتش. آها میتونید اینجا از این زاویه بکنم میشونی این کلمه ابهت بکنم بهترین گزینه واقعا میشین ابهتش رو ببینیم که چه جزئیاتی داره و اینجا سیستم خروجی اگزوزش و سپلر عقبش و اینکه همین ماشین رو همونطوری که تو بعد مسابقه بود نگه داشتم میدونم که آره خیلی بدنش کار نشده و این قسمتی که توی چرخوش هست این خیلی جزئیات فوق‌العاده زیادی داره و هر جا میاکنه میتونید متریال کربن رو ببینید و این دریچه بازه چرخاش خیلی جالبه و اینجا میتونیم نمو از جلو ببینیم و میگم خیلی جالبه که میگم تمیزش نکردن هنوز شما مثلا میتونیم اتفاقاتی که بعد مسابقه میفته تو سرعت بالا و آسیبایی که مثلا تو بدنه دیده میشه شما میتونیم هنوز داشته باشیم یعنی این جایی که هنوز ترمیم نکردن و یه جالبه یعنی مثل اینکه اونو بعد مسابقه بردن گذاشتنش تو موزه بدون اینکه هیچ تغییراتی روش ایجاد کنن و نمای جلوش بقیده زیباه الان سیستم چرخش هم که برای بازوبسته کردن سریش و یه آدم سیر نمیشه این ماشین رو میبینم واقعا این ساعت ها کنارشون وایسی و ببینیم 911 RSR در سال 2017 6 سیلند این هم ماکسیم ساعتش 300 اولین چیزی که این ماشین نداشت جمع کرد این سایت کیت های بغلش و اشفلر های بغلش هست خیلی برای من جالب و هیجان انگیزه حتی سبک ساخت آینه بغلش و این کربن هم که و همه جا استفاده شده معمولا این مسابقه ریس ماشین های ریسینگی که موتور عقب هستن شما معنی خب توی سیستم مدل جدیدی یه سیستم لوفتونگ جلو رو میبینید خب این که دقیقا زمانی که کمک میکنه که ماشین تو سرعت بالا روی سطح زمین بیشتر استیبل بمونه یعنی فشاری از جلو باشه که جلو ماشین بلند نشه و ماشین جالبیه خیلی اطلاعات خاص زیبایی داره و به نظرم قشنگترین بخشش دیفیوزر خاصشه میتونین اینجا ببینین واقعا عقبش زیباه یعنی من الان نزدیک دارم میبینم واقعا خیلی هیجان انگیزه از عقب چون واقعا به نزدیک ترم ببینیم که یه سیستم پنل جدایه که هوا رو منتقل میکنه از عقب و اینجا که چه لاستیکاش که جدا هستن خیلی جالبه عقبش خیلی کامرا و ترمزه عقبش نتونیم و چیزی جالب بگم این که به خاطر حالت تعمیرات سریش
سپر عقبش رو خیلی راحت اینجا میشه با این شاسی در آورد که مثلا بتونن یه سری تعمیرات سریع انجام بدن که دقیقا این برش هم هستش. خیلی ماشینه جالبی بود نظر من. خب اینجا پورشه 956 رو داریم که روی سخته. توی توضیحاتی که دادن میگن که علاوه تئوری سرعت زمانی که به 321 کیلومتر در ساعت برسه توانایی این داره که حتی توی پیچ ها به همین سبک چون که اینقدر شتاب فوق‌العاده بالایی داره قرار بگیره و یعنی علاوه علمی این چیزی هست که امکان پذیره و واقعا خیلی خواسته ببینید. ماکسیموم سرعتش هم 360 کیلومتر در ساعت 6 سیلندر برای سال 1982 ولی یه تجربه خاصیه که این جوری ماشین رو گذاشتن. خیلی عجیب و جالب. این قسمت داخل ماشین فرمول یک رو ببینید. دکمه هایی که داره قسمت پنلش خیلی فوق العاده است. بچه فرمون ماشین فرمول یک که پدالهاش از کربن فایبر و قسمتش دکمه هاش رو میتونیم ببینید و جزئیاتی که داره فرمول فرمولیه. Yeah, that's awesome. Yeah. Great. Thank you. For example, I don't have to explain what this is. These are the pedals for shifting the gears up and down, of course. Yeah. And this is very special. This actually is the clutch. آره پایینی کلاچ بس دیگه. for the first roll exactly and afterwards you're just shifting with those pedals. Those are the pedals every driver can select what function he wants to have. یه دکمه‌ای که خود راننده میتونه تنظیم کنه. Here they have the Lichtgruppe for example the lights if they want to After 3-4 times you will still not understand what's happening right there because میگه یه سری ویدیو داخل یوتیوب هست میگه که از سریع ترین ماشین هایی که از توی مثلا دنیا هست. میگه یه کامرا بالای ماشین هست میتونیم مثلا اونجا ببینیم. آره میگه یه سری دوربین اون بالا هست میتونیم مثلا ببینیم که محل این پورشه 919 واسه 2018 370 کیلومتر در ساعت سرعتشه. If you want to be successful in motorsport, you need a good working team. And these are all the members from the team. They put on the names all across the team. میگه که اسم تمام کسایی که تو این پروژه کار کردن مثلا فامیلیاشون اسمشون هست. یا اسم فامیلی تمام کسایی که توی تیم بودن تمام مهندسایی که مثلا توی مکانیکایی که داخل این ماشین بودن
the guy who wins the water or the towel guy. Everyone is هر کسی میگه تو این ماشین نقش داشت اینجا نوشتن مثلا دکترایی که تو تیم بودن حتی هر کسی مثلا تو این پروژه نقش داشته So, of course we have another cool cars here, but do you have any more questions? To anything? Spoiler, Arabisch. Spoiler, Arabisch. I know you can stay, of course. Spoiler, Arabisch. این نمای عقبش داشتم این ماشین فوقاله داریه سیستم اگزوزش موسیقی